درود بر شما همراهان با وفای پارسچیتی. نوبت یک درخواست دیگه شما شد. جگوار اف پیس. اول باید بدونیم که اف پیس یکی از اولین SUV های جگواره که از سال 2017 وارد بازار شده. با اینکه 5 سال پیش اولیش اومده بیرون، ولی استخونبندی اف پیس جدید هم مثل همون اولی است. جگوار تا به حال ماشین های گرون قیمت می ساخت، ولی یه مقداری اووردتش پایین تر و شده مثلا در حد آودی و می خواد با اون طبقات رقابت کنه. این شاسی بلند با دو نوع موتور میاد. مدل سادهش با یک 2 لیتری 4 سیلندر توربو میاد که فقط 246 اسب بخار قدرت تولید میکنه. اما یک موتور قوی تر هم داره که 3 لیتری 6 سیلندر مستقیمه که 395 اسب بخار قدرت تولید میکنه. کارشناسان معتبر ماشین در مورد این شاسی بلند میگن قدرت اف پیس به خوبی بنز و بی ام و آودی نیستش و یه مقداری کم زورتره. خوبه که بدونید 6 سیلندرش که پرقدرت تره 0 تا 100 رو در 5.5 ثانیه طی میکنه. ولی اینطوری نیست که اف پیس حرفی برای گفتن نداشته باشه. جگوار زیربندی این ماشین رو اسپورت طراحی کرده و از لحاظ فرمانپذیری یا همون هندلینگ از رقیبان خیلی سرتره. یعنی به زبان ساده اگر بخوای باهاش جینگولک بازی در بیاری مطمئن تره. کارشناسان مجله معتبر کار اند درایور در مورد هندلینگ اف پیس میگن رانندگی با این ماشین یکی از لذت بخشترین SUV هایی بوده که ما تا به حال آزمایش کردیم. جگوار هم مثل ماشین های جدید دیگه تعداد دکمه ها و کلید های جلو داشبوردشو کمتر و کمتر کرده. الان جدیداً مد شده که شرکت‌ها سعی می‌کنن جلو داشبورد‌های ساده و شیک بسازن. یعنی شما اگر برید تو لاکچری‌ترین ماشین‌ها هم اینو می‌بینید. مثلا بوگاتی شیرون 5 میلیون دلاری هم جلو داشبوردش ساده و شیکه، برعکس گذشته‌ها که جلو داشبوردو می‌کردن مثل جلو داشبورد جنگنده. داخل اف پیس هم مثل SUV های لاکچری دیگه یک مانیتور 11.5 اینچی داره که بیشتر دستورها به ماشین توسط همون صفحه انجام میشه. 14 تا بلندگو مرغوب مریدین دور تا دور این اتاق نصبه. دو نوع رینگ هم روی این ماشین عرضه میشه، 19 اینچی و سفارشیش 22 اینچی. جگوار سعی کرد این شاسی بلند رو هم قواره بنز و بی ام و آودی بکنه، ولی نتونسته قیمتشو به حد اونها بیاره پایین. مثلا بی ام و X3 که تقریبا میشه گفت هم کلاسی این ماشینه از 44000 دلار شروع میشه و میره بالا، اما اف پیس از 52000 دلار شروع میشه و میره بالا. مثلا مرسدس بنز GLC هم کلاسی اینه و قیمتش از 43000 دلار شروع میشه و میره بالا، یعنی 9000 دلار ارزون تر از اف پیس. اما توجه داشته باشین که این GLC ساده ساده است با این قیمت. اگر بخواین بالاترینش رو بگیرین، یعنی GLC AMG63، بایستی 74000 دلار پول بدید. کارشناسان خودروی در سطح دنیا متفق القولن که با اینکه اف پیس گرونتره، اما کیفیتش واقعا بالاتره. یعنی پولتون رو دور نمی‌ریزید. البته این به گفته کارشناساست.